در گوشه ای از شهر فیروزکو مرکز غور ماها می شود که این خانواده ها در زیر خیمه ها زندگی می کنند. اوایل سال جاری باران های شدید و سیلاب های ویرانگر خانه های آنها را تخریب کرد و دار و ندارشان از بین رفت. اکثریت این خانواده ها از ولسوالی مرغاب غور بیجا شدند. اما غذا، آب و لباس کافی ندارند. سرمای زودرس زمستان نیز مشکلات آنها را چند برابر ساخته است. توشنا بروش کرده این خیمامو او در اومده پاک دینامیت تارا پروش دیم برو بسترم و برخه هم ده برون خیلی مشکلات ما ده سختی اکرا داره ماجید کشیدیم سیلت برده چی چید بعد خوبی ده کجات میمانه حال خیلی مجبوری نباشا خیمی تا خیمه جای مایه توجه یک سرپناه توجه موی دیدش تو که ایتا در بدر بگیدیم توجه یک دیگه مواد خوراکم چیزی. مسئولان محلی در غور میگویند در نتیجه سیلاب‌های اوایل امسال حدود 5000 تن در این ولایت متضرر شدند و حتی خانه‌های خود را هم از دست دادند. بنان در حال حاضر امکانات کافی در دسترس نیست تا بتوانند به مشکلات این خانواده‌ها رسیدگی کنند. تا فعلا تلاشی که حکومت کرد و توان داشتن در این مورد انجام دادن، اما نهادها و مؤسسات خیریه در مورد ایجاد سرپناه موقت یا اینکه دائمی تا فعلا جنبه عملی نداشته. این خانواده ها 4 ماه پیش از مناطق اصلی خود بیجا شدند، اما حالا که فصل سرما شروع شده است زندگی آنها دشوارتر گردیده است. اطفال آنها مریض شدند و چگونگی زندگی در زیر این خیمه ها آنها را نگران ساخته است. 6 ماه از سیلاب ها در غور میگذره و هنوز شمار زیادی از بیجا شدگان به سرنوشت هستند. نبود غذا و سرپناه از مشکل اساسی مردم است. دولت مرکزی و اداره محلی غور تا آنجای توجه کردن ولی بسنده نیست. در این خیمه دیگه گزاره نمیشه. اکنون سر چیده ده مشکل میخوره مردم. ما تقاضا داریم که انشاءالله همه مسئولین امارت اسلامی دیگه از مؤسسات اینا تقاضا داریم که یک توجهی به این مردم بکنن که اگر توجهی نشه وقت مردم ده مشکل میخوره. غور از ولایت‌های سردسیر کشور است که زمستان زودتر به سراغ مردم این ولایت می‌آید. حالا این خانواده‌های بیجا شده زندگی سخت را پیش رو دارند.